درود بر شما بینندگان گرامی، من خسرو فقرآور هستم و شما شاید من را از طریق رسانه هایی مانند تلویزیون ایتو چنل، رادیو ایران از هیوستن تگزاس، ایرانیش تیوی و همچنین برنامه های ماهواری من در تلویزیون اندیشه بشناسید. دلیلی که امروز این کلیپ رو خودم درست میکنم و بسیار کوتاه درباره صمد بهرنگی با شما صحبت میکنم اینه که مدتی است من شاهد برنامه های آقای مهدی فلاحتی در تلویزیون صدای آمریکا بودم و چندین و چند بار شاهد تحریف تاریخ از سمت و سوی ایشون و یاران ایشون در برنامه هاشون بودم. مدتی پیش با تلویزیون صدای آمریکا تماس مستقیم گرفتم و در نامه‌ای به تحریف های تاریخی آقای فلاحتی به خصوص درباره فریدون فرخزاد و برنامه ایشون در سال قبل ایراد گرفتم و به این نکته اشاره کردم که آقای فلاحتی متاسفانه در برنامه های خودشون سعی میکنن که تاریخ معاصر ایران رو به شیوهی شگفت آور تحریف کنن. مدتی است که من شاهد این هستم که آقای فلاحتی در برنامه های خودشون سعی در دفاع از جناح چپ ایران و به خصوص چپ کلاسیک ایران دارند و تلاش میکنند که از محمد رضا شاه پهلوی چهره بسی مذهبی و دیکتاتور و خوناشام و از طرفداران جناح چپ که خودشون به اونها متعلق بوده و هستند جناحی سکولار، آزادی خواه، روشنگر به مردم ایران نشون بدم. من نگاه دیگری به جناح چپ ایران دارم و چون تا به حال پاسخی از آقای فلاحتی و صدای آمریکا در رابطه با نامه های خودم نگرفتم، مجبور هستم امروز این برنامه رو برای شما انجام بدم. امروز خیلی کوتاه و مختصر در چند دقیقه نوشته ای رو از آقای صمد بهرنگی شرمنده برای شما میخونم که در این نوشته آقای صمد بهرنگی از جهاد اسلامی از محمد ابن عبدالله دفاع میکنه. شاید درباره خسرو گل سرخی و زمانی که اعلام کرد سوسیالیسم رو از حسین ابن علی یاد گرفته شنیده باشید. شاید شعرهای سیاوش کسرایی رو در متن خمینی و جهاد اسلامی خوانده باشید. شاید آهنگ محمد ساخته جناح چپ ایران افرادی مانند آقای منفردزاده و خواننده به نام فرهاد که متعلق به جناح چپ بودند رو این آهنگ رو شنیده باشید در دوران انقلاب که برای خمینی خواندن این آهنگ رو. ولی شاید کمتر از شما باشید که از صمد بهرنگی و دفاع او از جهاد اسلامی چیزی شنیده باشید. برای همین امروز من میخوام خیلی مختصر و مستند برای شما قسمتی از مقاله آقای صمد بهرنگی رو بخونم و امیدوارم که اندیشیدن رو آغاز کنیم تا گیر رسانه‌های تبلیغاتی آمریکا نشیم. از مقالات صمد سخنی درباره درس تاریخ، شناخت جهان و سخن کوتاهی درباره شعور، فکر و زبان، اینا سه مقاله هستن که در یک PDF من این رو به صورت جمع‌آوری شده دارم. این PDF تکثیر از سازمان دانشجویان ایرانی در میامی، کنفدراسیون محصلین و دانشجویان ایرانی توسط اونها ببخشید منتشر شده و در سایت اسناد تاریخ معاصر ایران این قرار داده شده بود. در مقاله نخستی که در این PDF من مطالعه کردم، مقاله‌ای به نام سخنی درباره درس تاریخ. کل این PDF 33 صفحه است. میگم سه مقاله مختلف از صمد بهرنگی رو در اون جا دادند و در همون مقاله اول من در صفحه هفتم سخنی درباره درس تاریخ مطلبی رو برای شما آماده کردم که میخوام برای شما بخونم، چون دوست دارم که با تاریخمون به صورت مستند آشنا بشیم. آقای صمد بهرنگی در اینجا مسئله رو میگن که من اول روخانی میکنم و بعد برای شما یک تفسیر رو ارائه میدم. خواهش میکنم با من باشید. صمد بهرنگی میگه در صفحه هفتم، جنگ و جهاد و آدم کشی به خودی خود و تا وقتی که کسی یا گروهی یا مملکتی آن را ابزار نیل به خواستای خود نکرده است، چیز بی ربط و بی تفاوتی است.
بعد اشاره میکنه ایشون میگه سرمایه‌داران بزرگ آلمانی و آتش افروزان جنگ های هیتلری آن را وسیله رسیدن به هدف های ضد انسانی و استثماری خود قرار دادند و جنگ تنفر همه را برانگیخت. اما نکته رو دقت کنید، از جنگ بد میگه، حالا میخواد از جنگ خوب بگه. میگه اما بابک خرمدین و ستارخان در ایران، ابراهام لینکلن در آمریکای قدیم و پیامبر اسلام محمد ابن عبدالله در عربستان و دیگران در دورها و نزدیکها جنگ و جهاد را برای حفظ خوشبختی انسانها وسیله کردند و تمایل همه را به جنگ برانگیختند و جنگ ضامن خوشبختی و آزادی میلیونها انسان شد. دوستان عزیز، همیانان عزیز، این مطلب رو خوندم و میخوام حالا با هم نگاهی به این مطلب داشته باشیم. اول از همه ایشون همطور که اشاره کردم در هنگام خوندن این مطلب، آقای صمد بهرنگی صحبت از جنگ خوب و جنگ بد میکنه. این همون دید ایدئولوژی که هدف وسیله رو توجیه میکنده که با همین ایدئولوژی اونها در کنار خمینی قرار گرفتن. البته من اینجا باید بگم بله، من هم بر این باورم که با بدان باید جنگید و در کنار خوبان باید همرزم بود، ولی چون امروز میخوام کوتاه این برنامه رو نگه دارم، صمد بهرنگی از این نگاه این مسئله رو نمیگه. صمد بهرنگی ادموند برک نیست که میگه زمانی که تنها چیزی که بدان برای پیروزی نیاز دارن سکوت خوبان است. صمد بهرنگی اگه مقاله رو بخونید، کتاب‌های مختلفی رو درباره تاریخ معرفی میکنه و در این مقاله که درباره درس تاریخ در مدارسه، اکثر کتاب‌هایی که معرفی میکنه همه متعلق به جنای چپ و دید استالینی به تاریخ هستن. وارد این بحث الان نمیخوام بشم. نکته که اینجا برای من مهمتره اینه، جاییست که آقای صمد بهرنگی بابک خرمدینی رو که بر ضد اسلام قیام کرد رو و ستارخانی رو که بر علیه آخوندیسم رایج در دوران قاجار قیام کرد رو و ابراهام لینکلنی رو که در رابطه با پایان بردهداری حتی در پایان جان خودش رو از دست داد و ترور شد رو در کنار پیامبر اسلام قرار میده که دقت بکنید یک بار کلمه‌ای بر ضد بردهداری نه تنها نگفت، بلکه در تمام قرآن یا تازینامه بارها و بارها ما شاهد دفاع از بردهداری بودیم. پیامبر اسلامی رو در کنار بابک خرمدین و ستارخان و ابراهام لینکلن قرار میده که به کشور ما ایران دستورهای دینی او و یاران او و خلفای بعد از او فقط جنگ و بردهداری و بدبختی و فلاکت آوردند. پیامبر اسلامی رو در کنار بابک خرمدین و ستارخان و ابراهام لینکلن قرار میده که تمام تازینامه‌اش یا قرآنش پر از زنستیزیه. و بعد او اعلام میکنه و براتون قسمت رو میخونم. میگه بابک خرمدین و ستارخان و ابراهام لینکلن و پیامبر اسلام و فلان و بهمان جنگ و جهاد را برای حفظ خوشبختی انسان‌ها وسیله کردند و تمایل همه را به جنگ برانگیختند و جنگ ضامن خوشبختی و آزادی میلیون‌ها انسان شد. آقای مهدی فلاحتی در صدای آمریکا که با پول دولت آمریکا برنامه اجرا می‌کنه، در برنامه‌های مختلفی با آوردن تروریست‌های مانند خانبابا تهرانی، من واژه تروریست رو برای همه استفاده نمی کنم، ولی آقای خانبابا تهرانی یک خاطراتی داره که من صاحب این خاطرات هستم، کتابی که درباره خاطراتشون خودشون این خاطرات رو با اجازه خودشون انتشار دادن، دوستی براشون این رو نوشت، در یک مصاحبه ای انجام شد، کتاب نوشته شد و در این کتاب آقای خانبابا تهرانی رسما اشاره میکنه که با پول دولت چین، با کمک‌های لیبی، با کمک آلمان شرقی کمونیستی اسلحه و مهمات در اختیار اونها قرار می گرفت. خود او در این کتاب اشاره میکنه که با بریگادهای سرخ ایتالیا و دیروت آرمه فراکسیون، یعنی که گروه تروریستی در آلمان بودن، بادرماینهوف همکاری میکرده. خود او در اینجا اشاره میکنه از جنگ های مسلحانه و این گونه مسائل.
او رو در برنامه خودش میاره و خان بابا تهرانی رو به جوانان ایرانی که متاسفانه مورد سانسور قرار دارند او رو به عنوان یک آزادی خواه معرفی میکنه. در برنامه خودش آقای مهدی فلاحتی با سانسور جملات فریدون فرخزاد، در جایی که فریدون فرخزاد خودش میگه در جوانی، در بچگی جوانی علاقه مارکسیست داشته، مطالعه میکنه، دکترایش رو در رابطه با مارکسیسم میگیره، ولی بعد که به آلمان شرقی رفته بود، با کشورهای بلوک شرق رفته بود و با چشم خودش دیده بود مارکسیسم چه بلایی رو بر سر انسانها آورده و چه استبدادی در اونجا حکمرواست، مارکسیسم رو به زباله‌دان تاریخ انداخت، آقای فلاحتی در صدای آمریکا میاد و اون جمله‌ای که آقای فرخزاد میگه مارکسیسم بوده رو پخش میکنه. جمله بعدی او رو که در همون برنامه میگه مارکسیست رو به لقاء الله بخشید، وقتی استبداد مارکسیستی رو دید اون رو پخش نمیکنه و در برنامه خودش سعی میکنه فرخزاد رو از جوانی تا از کودکی تا پایان مرگ مارکسیست نشون بده. آقای فلاحتی در برنامه خودش باری دیگه صدای فرخزاد رو با نمیخوام واژه زشت استفاده کنم، اینجا خودم رو سانسور میکنم، با سه نقطه سانسور میکنه جملات فرخزاد رو و در برنامه خودش میگه آنهایی که فکر میکنند فرخزاد خواهان بازگشت رژیم گذشته هستند به این سخنان گوش کنند. و بعد میاد صدای فرخزاد رو میذاره و اعلام میکنه در اونجایی که فرخزاد داره از مردم ایران و گذشتگان ایراد میگیره رو به حساب این میذاره که فرخزاد مخالف رژیم گذشته بوده، در حالی که فرخزاد آهنگ پادشاه ما پادشاه ما رضا رو خونده، فرخزاد برای تیمسار رحیمی و جانبازان ارتش شاهنشاهی آهنگ خونده، فرخزاد در کنسرت ها و بین دوستانش جاوید شاه میگفت، فرخزاد صداش هست که در لندن فریاد میزنه ما هزاران سال سنت پادشاهی ایران را برباد نخواهیم داد تا فلان کس و فلان کس رئیس جمهور شود. فرخزاد خودش رو در سخنرانی ها هوادار مشروطه پادشاهی اعلام کرده. فرخزاد خود من شخصا با او در وین دیدار داشتم و خودش اون موقع جوانی بودم، به من گفت که عقاید سیاسی چیه. آقای قلی‌پور یار و همکار فریدون فرخزاد صاحب فیلمیه، فیلمی که پس از پیدا شدن جنازه فرخزاد پلیس آلمان از خانه فرخزاد گرفت و در خانه فریدون فرخزاد دو عکس فقط در اتاق نشیمنش موجوده، یکی عکس خواهر عزیزش فروغ فرخزاد و بر روی تلویزیون خانهش عکس محمد رضا شاه پهلوی. آقای فلاحتی کسیه که در روز تولد محمد رضا شاه پهلوی یکی از دشمنان محمد رضا شاه پهلوی عباس میلانی رو دعوت میکنه، کسی که در دوران محمد رضا شاه پهلوی به جرم تروریست دادگاهی شده بود و او رو به عنوان یک محقق تاریخ دعوت میکنه، ولی وقتی درباره محمد مصدق صحبت میکنه یک مصدق اللهی معروف با نام آقای محمد امینی رو به عنوان مهمان دعوت میکنه. آقای فلاحتی درباره فریدون فرخزاد که تا روز مرگش هوادار پادشاهی پارلمانی بود، خان بابا تهرانی رو به عنوان تنها مهمان دعوت میکنه که مخالف پادشاهی بود. و و و من امروز این برنامه رو برای شما انجام دادم چون آقای فلاحتی امروز صمد بهرنگی رو درباره شنیدم هفته که گذشت صحبت کرده بود و باز هم شاهد این بودم که در اون برنامه سعی کرد که مهمان خودش آقای فلاحتی رو که در برنامه دعوت شده بود و شاهد قرق شدن صمد بهرنگی رو بود رو زیر فشار بذاره. آقای فلاحتی با پول دولت آمریکا داره تاریخ ایران رو تحریف میکنه. من نه پول دولت آمریکا رو دارم نه رسانه مانند صدای آمریکا در اختیار منه. هفته پیش با صدای آمریکا تماس گرفتم، خواستار صحبت با آقای فلاحتی شدم، خواستاری شدم که به من هم اجازه داده بشه در رابطه با برنامه آقای فلاحتی روشنگری بکنم، این اجازه من داده نشد. بنابراین امروز برای شما این صحبت از صمد بهرنگی رو خوندم تا خودتون برید تحقیق کنید آیا آقای فلاحتی و دوستانش و یاران چپشون ضد اسلام بودند؟ ضد آخوند بودند؟ آیا این حقیقته؟ اگه آقای فلاحتی و دوستانشون توانایی این رو دارند که یک جمله، فقط یک جمله به من نشون بدن که جناح چپ ایران پیش از فاجعه 57 یک کلمه بر ضد اسلام گفته باشه، اون موقع شاید نظر من هم عوض بشه. آیا جز اینه که ایرج اسکندری همراه با خمینی گویا به مکه رفت و حاجی شد؟ آیا غیر از اینه که
این حزب توده بود که در روزهای آغازین شروع به کارش ستاد مرکزیش، دفتر مرکزیش بیانیه داده بود که در تمام دفاتر حزب توده باید نمازخانه هم باشه و اعلام کرده بود که حزب توده به هیچ وجه با اسلام مخالف نیست. آیا احسان طبری تئوریسین بزرگ جناح چپ ایران نبود که در سال 58 در پلی‌تکنیک تهران در رابطه با عاشورای حسینی گفت این محمد رضا شاه پهلوی بود که نگذاشت ما عاشورای حسینی رو در دانشگاه ها برپا کنیم مراسمش رو، و او نبود که اعلام کرد همه مردم جهان باید از شیعه و مذهب شیعه دست آزادی بگیرن؟ بینندگان عزیز، همینان من، این تحریف تاریخ توسط جناح چپ ایرانه. من از شما خواهش میکنم هیچ وقت فراموش نکنید محمد رضا شاه پهلوی و رضا شاه هم مانند اکثر مردم ایران مسلمان بودند. من مسلمان نیستم، من از دین اسلام نفرت دارم، ولی نکته اینجاست که حسین فاطمی هم در دورانی که در کابینه آقای مصدق بود به دیدار مزار حسین ابن علی در کربلا رفت و عکسش موجوده. من این عکس رو در برنامه خودم پخش کردم. آقای محمد مصدق اعلام کرد پادشاه قانونی ایران محمد ابن عبدالله. و زمانی که تیمسار رحیمی رو ما شاهدش بودیم که ابراهیم یزدی، صادق خلخالی، سباقیان و شرکا بازجویی میکنن و اون فیلم رو همه شما دیدید، صادق خلخالی به این نکته اشاره میکنه، با تیمسار رحیمی روانشاد میگه شما قانون اساسی مشروطه رو زیر پا میذارید زیرا اصل اول و دوم متمم قانون اساسی مشروطه رو رعایت نمیکنید. اون اصل اول و دوم متمم قانون اساسی درباره این بودش که وظیفه پادشاه اینه که از شیعه دفاع بکنه و اصل دوم متمم این بود که شورای نگهبانی باید مراقب قوانین شورای ملی باشه. چرا اینو برای شما بیان کردم؟ چون بارها شنیدید که آقای بهرام مشیری، آقای محمد امینی، آقای فلاحتی، آقای اسماعیل نوریالا و یارانشون میگن که مشکل اونها با شاه این بوده که شاه قانون اساسی مشروطه را رعایت نمیکرد. سوال من اینه، زمانی که خلخالی میاد جلوی آقای سباقیان و آقای ابراهیم یزدی و یاران جبهه ملی اشاره میکنه به این نکته که جایی که شاه از قانون اساسی مشروطه رعایت نمیکرده همین اصل اول و دوم بوده، چرا اونها اعتراض نکردن؟ و آیا میتونن برای من یک اصل از قانون اساسی مشروطه نشون بدن که در اونجا گفته شده شاه حق دخالت در حکومت نداره؟ آنطور که من قانون اساسی مشروطه رو خوندم، پادشاه ایران در قانون اساسی مشروطه ریاست ارتش رو داشت، حق اعلان جنگ رو داشت، حق انحلال مجلس شورا رو داشت، حق تعیین وزرا و اخراج اونها رو داشت، حق پیشنهاد قانون به مجلس رو داشت و و و و نکات مختلف. اونطور که من فارسی بلدم به اینها میگن حق دخالت در حکومت. متاسفانه شما مردم ایران از دست من ناراحت نباشید، بیشتر دوست دارید پای منبر بشینید تا خودتون تحقیق کنید. اگه شما هم رفته بودید قانون اساسی مشروطه رو مطالعه کرده بودید، جواب این افراد رو میدادید. من هم معتقد به این هستم که در نظام آینده ایران پادشاه در یک پادشاهی پارلمانی نباید در حکومت دخالت کنه، ولی ما در باره قانون اساسی مشروطه و تاریخ ایران صحبت میکنیم. تحریف تاریخ ایران توسط افرادی مانند محمد امینی، بهرام مشیری، مهدی فلاحتی و شرکا همان راهی است که این افراد در سال 57 رفتند و نتیجه اون رو ما شاهد بودیم. سانسور و اختناقی که من شاهد اون هستم در خارج از کشور و سکوت شما همیهنان درباره این دروغ‌ها برای من بسیار دردآوره. من از نسل سوخته‌ای هستم که به سکوت محکوم شد، ولی امروز مدتی است تصمیم خودم گرفتم که سکوت رو به فریاد تبدیل کنم و در رسانه‌هایی که برنامه دارم این کار رو انجام میدم. بدون حمایت شما این فعالیت‌ها نمیتونه ادامه پیدا کنه. برای همین امروز صمد بهرنگی رو براتون خوندم. امیدوارم که شما هم به جای پامنبر نشستن به تحقیق و مطالعه
و پرسش بپردازید. امانوئل کانت در کتاب نقد خرد ناب خودش مطلبی رو نوشته بسیار زیبا، میگه چگونه به چیزی احترام بذارم که نمیتونم ازش انتقاد کنم؟ آقای مهدی فلاحتی، چگونه به شما احترام بذارم که حق کوچکترین انتقاد و بیان اندیشه را از من گرفتید؟ به امید آزادی ایران، به امید پیروزی روشنایی و تاریکی، به امید اینکه روزی در این کشور راست کرداری، راستگویی، راست اندیشی پیروز بشه، به شما عزیزان بدرود میگم. و دوستانی که علاقه دارن برنامه های من رو ببینند میتونن من رو در تلویزیون ایتو چنل روزهای دوشنبه و چهارشنبه برنامه‌ام رو مشاهده کنن به ساعت 12:30، البته نیم ساعتی از نیمه شب گذشته، یعنی میشه روز سه شنبه و یا همون روز پنج شنبه، البته به زمان کالیفرنیا میشه ساعت 1 بعد از ظهر روز دوشنبه و چهارشنبه، به زمان اروپای مرکزی میشه 10 شب روزهای دوشنبه و چهارشنبه، و دقیقا در همین زمان در روز پنج شنبه هم در تلویزیون اندیشه که با ماهواره به سوی ایران پخش میشه برنامه دارم. برنامه های من در تلویزیون ایتو چنل که روزهای دوشنبه و چهارشنبه زمان اروپای مرکزی ساعت 10 شب انجام میشه رو همزمان میتونید از رادیوی ایران، از هیوستن تگزاس krihd.com و همچنین ایرانیش تیوی نیز مشاهده کنید. از اینکه با من بودید سپاسگزارم و به امید دیداری دیگر به شما بدرود میگم. پاینده ایران.